سلام به همه دوستای خوبم، رفقای گل خودم. یه دونه هوندای آکورد آوردم برای کارشناسی، اینو تو پیج نداشتیم، خیلی هم درخواست داشتیم. ماشین بسیار خوبیه، ماشین ژاپنی که تو آمریکا تولید میشه، موتور 2.4 داره، گیر بوکس 5 دنده اتومات داره. هوندا آکورد تو سال 92 بهترین ماشین دنیا شناخته شد و یکی از نوابه بود. حالا بیاییم یه بررسی داشته باشیم از داخل و دیزاین داخلش. ماشین میچینی داخلش، کاملا میری پایین، صندلی های نرم راحت، داشبورد کاملا چرم، رو دریای چرم کاملا، کتی که فقط وسطش پلاستیکه با پایینش. داخل داشبوردش هم بزرگه. خدمت شما، پرده عقب برقی داره ماشین دوستای عزیزم. گرم کن سرد کن نداره. کیلس استارتر، کورس کنترل، سانروف. خدمت شما عرض بکنم که دیگه سیستمی دیگه ای نداره. حالا بری اون ور، یه اسمش هم اون ور حتما سردن نشم. خیلی خوشگله، بسیار زیباست. بریم عقبش بشین دوستان، عقبش ببینیم جای عقب به شکل هست. جای عقبش هم بسیار این مشکل اون پلاستیکه داره، البته این یه تیکشه، وسطش نیست. عقبش هم جا داره، یه زیر دستی خیلی خوب هم داره که شما میتونی کاملا اینجوری به این شکل بشینی و لذت ببری. جالیوانی این هم بر میگرده، عقبش کاملا راحته. عقبش کاملا راحته، زیر سیگاری هم داره اینجا. بریم جعبه عقب یا صندوق عقبش هم ببینیم. یه صندوق عقب جادار هم داره، خیلی هم عالی. خب اینجا نگاه کنی، به عربی نوشته ساخته شده در آمریکا. سنسور پار، تنظیم نور، ESP، این هم دکمه اکوش ماشین. میبینید دوستان یه اسپیکر یا همون سرانده خیلی خوب هم رو درش داره. بریم یه دور بزنیم از فندیش براتون بگیم. این ماشین 8 ایربک داره دوستان. این هم سویتشه، یه سویت کوچولو موچولو، خیلی قرص محکم به نظر من. سرفرازش کمپانی زده 10. حالا ما با سرنشین، با 3 سرنشین ماشین دوستم، این ماشین با 3 سرنشین میخواییم ببینیم. خیلی هم خارجیه، اعلام میکنه که کمربنده ببندیم، کمربند راننده. آره خیلی هم خارجی. اینجا معلوم میشه تفاوت بین ساخت آمریکا و ساخت کشورهای دیگه. ماشین 150 تا کاره. خدمت شما عرض بکنم که یه سری سرویس های لازم و نیاز داره، مثل دینامش به نظر من سرویس نیاز داره، جای فرمانش نیاز به سرویس داره. خدمت شما عرض بکنم که حالا بریم ببینیم باش رانندگی بکنیم، ببینیم ایرادهای بعدیش به چه شکلی خواهد بود. به هر حال ماشین مدلش 2014ه، تقریبا یه 7-8 سالی داره ازش استفاده میشه. یه سری سرویس ها رو 100% نیاز داره، ولی در مجموع ماشین های بسیار خوبی هست. خطاعتش یه خورده گرونه، میکانیکش کمه، بورس بازارش به اون صورت داغ نیست، یعنی برای ایران روند نیست. یه خود باید به این نکات توجه کنید موقع خرید. به
همه چیو در نظر بگیریم، ولی سواری بسیار خوبی داره. ماشین بسیار خوبیه، نرم، راحت، برو، من خیلی دوست دارم این ماشینو. الان یه شتاب 0 تا 100 براتون میگیره دوستای عزیزم. تعویض دنده های خیلی خوبی داره، یعنی اصلا انقدر به جا دنده عوض میکنه نسبت به فشاری که شما رو پدال گاز میاری، خیلی به موقع دنده عوض میکنه و خیلی قشنگ. شما اگه سرگاز بری خیلی آروم و شمرده دنده عوض میکنه، یعنی اگر یه ذره بیشتر پات فشار بدی رو پدال یه مقدار دور موتور رو بالاتر میبره، اگر تخت گاز کنی ماکسیموم دور موتور رو میبره رو 7000 6500 7000 دنده عوض میکنه و نهایت سرعت رو از ماشین میگیره. ماشینه بسیار خوب، نرم و راحت، هندلینگش هم که خیلی عالی. سر پیچ رو نگاه کنید، الان من دارم مثلا قرص محکم دارم لذت میبره. ای کاش این یه تیکه که الان ما میایم دست انداز داره، اگه دست انداز نداشت سر این پیچ ها من با 80-90-100 تا میپیچیدم ببینیم هندلینگ کدوم ماشین جواب میده یا کدوم ماشین کم میاره، کدوم ماشینو میتونیم ما ازش تست لازمو بگیریم. یه خود اگه دست انداز نداشت خیلی عالی بود واسه کار ما، ولی چون دست انداز داره منم دلم نمیاد تو دست انداز ماشینی بندازم، مجبورم سرعتو کم میکنم. در صورت ماشین خیلی خوبیه، من دوست دارم این ماشینو. اگه یه دونه سالمش گیر آوردین حتما میدونوش حساب بکنین برای خرید و لذت ببرین. دوستای عزیزم این ماشین اگه بخوایم با اپتیما و سونوتا قیاس بکنیم، اصلا سواریش زمین تا آسمون فرق میکنه. یه چیز مایه جنسیس هیونداس، واقعا عالیه سواریش، یعنی به جرات میتونم بگم شاید از اونم بهتره. خیلی ماشین خوبی، من لذت میبرم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صداقت در اولویت، ارادت ارادت. محمد محمودی، شهرک غرب، جنب پمپ بنزین دادمان.